علی‌رغم رایج بودن خرید و فروش موشک و تجهیزات توپخانه در جهان، آن هم درست در زمانی که ولخرجی‌های حکومت پهلوی برای خرید هر نوع سلاح آن رژیم را در بین کشورهای صادرکننده تسلیحات مشهور به سیاست خرید گرانتر و نه بهتر کرده بود، شاه هیچگاه اجازه پیدا نکرد تا موشک و تجهیزات توپخانه سنگین را خریداری کند. جالب آنجاست که این موضوع علی‌رغم اصرارهای حکومت پهلوی رخ داده بود و آمریکایی‌ها حتی اجازه خرید موشک زمین به زمین لانس با برد 80 کیلومتر را هم به شاه نمی‌دادند. نکته‌ای که در زمان جنگ تحمیلی تبدیل به یکی از پاشنه آشیل‌های کشور در مقابله با حملات موشکی و توپخانه صدام شد و درست در بحبوحه‌ای که جنگ شهرها به راه افتاده بود و عراق حتی تا مازندران را نیز هدف حملات موشکی قرار می‌داد، ایران هیچ پاسخی برای ایجاد موازنه در اختیار نداشت. در چنین وضعیتی فرصت ساخت موشک وجود نداشت و علاوه بر آن حتی دانش آن هم بومی نشده بود. برای همین باید برای خرید موشک فکری می کردیم. الان داریم جنگ رو، عملیات‌های مهمی رو انجام دادیم، خیبر رو رد کردیم و دشمن میبینه که داره خیلی از چیزاش از دست میده. عقبه‌های عراق مهم بود تهدید بشه که ما هرگز تماماً برای تهدید عقبه‌های عراق نبودیم. للاسف ارتش ما خیلی در عملیات برونمرزی خیلی سر خط نبود، به دلیل اینی که در صورت عراق سیستم پدافند وسیع رو در عقبه مستقر کرده بود، احتمال اسیر شدن و انهدام هواپیمایی محدود ما که به سختی قطعاتش اون موقع تا تعمیم میشد فراهم میشد و به ریسکش نمیارزید. امکان نداشت بخواستم برید توی بازاری جایی بتونیم موشک بخریم که کسی حاضر بشه با موشک بده. خیلی ما را میبردن مثلا با میرفتن بالا پولم میگرفتن توپ به ما میشوفتن، توپ پایی مثلا مثل اتریشیه پایی. خب پس موشک اولا ما نمیدادن، حالا ما موشک چه جوری درآمدزی کرده بود به دست موشک به دست ما رسید؟ ما یک سفری سال 1363 تابستون بازدیدی بود با یه هیئت بلند پایه سپاه و وزارت سپاه در دعوتی و بازدیدی که از ارتش سوریه و لیبی ما در این سفر اقدام شدیم. مسئول هیئت آقای محسن رفیق دوست بود، آقا رحیم هم به عنوان در واقع ارشد فرماندهان ایشون را یاری میکردن و از یگان های تخصصی هم فرماندهانشون حضور داشتن. بنده و شهید بزرگوار حسن شفیع‌زاده از توپخانه سپاه تو اون سفر عازم شدیم. اینجا نطفه موشکی جمهوری اسلامی بسته شد. سوریه گفته بود که ما در اساس پیمانی که با شوروی داریم این کار انجام نمیدیم، ولی میتونیم یه آموزشی به نیروهات رو بدیم. آموزشی میتونیم بدیم. سوریه گفت ما برای ما امکان پذیر نیست به دلیل وجود روسا و کنترلی که روی ارتش ما دارن، ما فقط میتونیم بهتون آموزشی بدیم. با اسد مطرح کردم که وضع اینجوریه، الان تهران که به قول خود شما ام القرای اسلام شده زیر بمباران دائم عراق و ما وسیله دفاعی نداریم و ما مادر از شما موشک میخوام. ایشون در اومد گفتش که ما با اسرائیل در حال آتش بسیم و موشک داریم اینجا، اما موشک در اختیار شخص من نیست، در اختیار روساست. اون جایی که موشک ها هست و مستقرهای روسی مستقرن و اونان که میتونن تصمیم بگیرن، شما برو برکی شالا از غذا بگیری، او آزادتر از منه. اما من آمادم که بچه‌های شما رو اگر اون موشک داد آموزش بدم که بتونن استفاده کنن، که خود این خیلی ارزشمند بود. ولی خب لیبی با وجود قذافی و ماهیت شخصیت فردی این فرد که در واقع یک مقداری آزادتر عمل میکرد و تابع قوانین مقررات بین المللی خیلی هم نیست، این قبول کرد که این یک مجموعه موشکی به ما بده. در زمانی که آقای رفیق دوست
تشریف بردن، خب اینا رفاقت های قبل از انقلاب داشتن. آقای رفیق دوست قبل از انقلاب دو یا سه سفر با اون کشور انجام داده بود، کما اینکه با سوریه هم همینطور قبل از انقلاب به اون کشور سفر کرده بود. تو سفری که توی لیبی رفته بودم اونجا بحث موشک مطرح میکنن، البته آقای رفیق دوست من قبلش رفته بودم نیمه باری با قذافی حرف زده بودم. قذافی هم یه شخصیتی بود که یه شخصیت ثبات فکری نداشت، ثبات رأی نداشت. مثلا فرض کنید که سه ماه طرفدار جمهوری اسلامی بود، چهار ماه مخالف بود. تو اون زمانی که تقریبا خوش مشرب بود اینا، آقای رفیق دوست مطرح میکنه که ما موشک میخوایم. خب آقای رفیق دوست به دلیل روابطی که با روابط اختصاصی و خصوصی که با به سال این دو بزرگوار به ویژه آقای قذافی داشت، موضوع موشک رو در سفری قبل از سفر مقام معظم رهبری رئیس جمهور وقت سابق حضرت آیت الله خامنه ای انجام دادن و به صورت تلویحی آقای قذافی پذیرفت که این به اصطلاح موشک ها رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بده. وقتی در لیبی رفتیم دیدم که اونجا باید با یه مقدمات و یه تمهیداتی وارد قضیه بشم که دست خالی نرم. خب توی درسته که 5-6 تا از همراهان با من بودن با جلود ملاقات داشتم. آقای قذافی و آقای جلود دو رفیق جوان تازه افسر شده ارتش لیبی بودند که با کمک دوستان دیگرشون تونستن رهبری لیبی جدید رو به عهده گرفتن. او شروع کرد از دفاع از انقلاب و پشتیبانی حرفا و خوب که این حرفا شد من محکم زدم رو میزگونم دروغ میگی. چه حمایت میکنین؟ تهران پایتخت اسلام داره هر روز بمباران میشه، شما این همه موشک اینجا انبار کردید ما نمیدید. خلاصه اون خندش گرفت و گفت والا موشک دست منی، دست قذافیه. گفتم والا فوری ملاقات بذار. اصلی که رفتیم ملاقات قذافی دیگه از بچه های سپاه فقط سردار صفوی با من بود. اولین سفری هم بود که من با لباس سپاهی و خیلی رسمی و حتی همون موقع درجه نداشتیم، درجه آخر جنگ بمون دادن هممون دیدن. خلاصه نقشه عملیاتی که حالا قبل از اون سفر انجام داده بودیم و لیبی عراق رو دشمن خودش میدونست، عربستان رو دشمن خودش میدونست، آمریکا رو دشمن خودش میدونست و غرب رو کلا دشمن میدونست، به همین واسطه این موشک‌ها رو به ما داده بود. حتی ما خب خیلی هم دلمون میخواست که این موشک‌ها رو بتونیم خودمون خریداری کنیم یا از کشور دیگه، ولی ما رو در محاصره قرار داده بودن که حتی سیم خاردار هم به ما نمیدادن، چه برسه به این که بخوان به ما موشک بدن. خب همزمان بوده با این جلسه ای که کنفرانس اعراب صدام با قذافی کل کل میکنه واسه درگیری لفظی و اینها، اونجا قذافی میگه من میخوام حال این صدام رو بگیرم، احساس بینید که رهبران جهان عربی از این حرفا. و خلاصه یک کار خدایی اینا به قول معروف یک کنتاکتی داشتن که از این کنتاکت استفاده شد. و خودش هم در حقیقت قذافی انسانی بود که بعدی تصمیه بعد مثلا میگرفت هیچی نقشه رو گذاشتم و از اینجا حمله کردیم و اینجا رفتم و اینجا شد و بعد گفتم که اخل عقید ما دستمان اینجوری قش قش خندید گفت که قذافی به چیز جلود به من گفته که تو چی میخوای برو هواپیما رو بردی بیار برو بیار موشک بردی ببر. بعدم اون رئیس دفترش که سرهنگ دیگه بود صداش کرد گفت ببین از گروهایی که گروه های موشکی یکی از اونها یه گروه خونشون به ایرانی ها میخوره رو بگو بیاد. بعد اون همین سرگو سلیمان بود اونو خواستن و به من معرفیش کردن و بعد گفتن تو از این ساعت به بعد تحت امر حاج محسنی تیمت بعد برو ایران. و همون شب مقدمات صحبت های خصوصی بین سران به وجود آمد و حدود چند ساعتی که با هم گفتگو کردند بعد از نتیجه ما متوجه شدیم که آقای رفیق دوست با خوشحالی فرمودند که آقای معمر قذافی موافقت کردند. خب بعداً فردای اون روز ما فهمیدیم که این موافقت مهمترین مسئلهش مسئله
موافقت با تحویل سیستم های اسکات بی با حدود 280 کیلومتر برد بوده و در حقیقت من آقای مهندس وحید ماندیم تا در حقیقت این سیستمی که آقای قذافی قولش رو داده بود تحویل بشه و به دنبال اون سفر پیگیری های لازم توسط بنده به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دوستان دیگر به عمل آمد تا این توافق تحقق پیدا بکنه و در برابر موشکی که صدام به شهرهای ما میزد اولین موشک شلیک بشه و معادله رو یه مقداری به هم بزنه و تغییر بده. ما جنگ میپذیریم ولی ننگ نمیپذیریم. ما حاضریم. من الان خانم رگن شکسته، دست شکسته، بچه هم همه آواره، خونم خراب و چیزا، ولی ننگ نمیپذیریم. مردم میگن موشک جواب موشک. آقای رفیق دوست فرمودن که حدود دو هفته به ما قول دادن که این موشک ها رو به ما خواهند داد. ما تقریبا با آقای وحید تقریبا ساعت 8:30 صبح بعد از صبحانه می رفتیم به محل تا ساعت 1-2 بعد از ظهر در اونجا می موندیم. مثل بقیه از ما پذیرایی می کردن و بعدم که دیگه به حدود ساعت 1 میرسید میگفتن که انشالله فردا. نه به دلیل اینکه دستور داده نشده بود، نه به دلیل اینکه ارتش فعالیت نمیکرد، به دلیل اینکه سیستم ارتش لیبی یک سیستم سنگین و در حقیقت شاید بگم تنبل و بی اهمیت. بعد از دو ماه که پیگیری شد آقای سعد مجبر اطلاع دادن که دستور به ارتش رسیده و ما داریم مقدمات تحویل سیستم رو از انبارهای به اصطلاح استراتژیک ارتش لیبی داریم فراهم میکنیم و اینها رو دستور داده شده که بیارن در یه جایی در حدود ترابلوس مرکز کشور، پایتخت کشور و باباش اطلاع میدیم. یک مبحث مشکل حمل اینها به ایران بود، چون موشک اسکات بی درازه، 9 متر طولشه و تنها وسیله ای که سریع، چون خیلی هم سریع احتیاج داشتیم، کشتی قابل اعتماد نبود، زمان هم میبرد، به خصوص اینکه کشتی ها نمیتونستن از تنگه از کانال سوئز رد بشن چون تفتیش میکردن مصری ها و لو میدادن. ما مجبور بودیم دور آفریقا رو بگذرونیم، یعنی لیبی، عوض اینکه مستقیم بیاد تو کانال سوئز که فاصله کمی داشت، دور آفریقا رو از اقیانوس اطلس بگیر بیاد به اقیانوس هند و از اون طرف بیاد که به کانال سوئز بر نخوریم. ما بر خیلی از تسلیحاتمون این کارو می‌کردیم، ولی ما شدید بود فوریت نیازمون. تنها وسیله‌ای که امکان حملش وجود داشت کارگوهای 747 نیرو هوایی بود. دو روز بعد هواپیمای 747 اصطلاحاً نویز دور یا در حقیقت درب جلو با بهترین و مطمئن‌ترین خلبان‌ها و کرو به اصطلاح وارد لیبی شدند. ما در نیرو هواییمون همون جوری که در بخش باری ایرانیرمون هم در اون زمان کارگوی 747، هواپیمای باری 747 داشتیم، دو شکل، دو جور بودن. یکیش نوعی بود که از جلوش دماغ هواپیما میرفت بالا و درش بار میرفت داخل، یکی از بغل دروا میشد.
ما به خلبان نیروی هوایی میتونستیم اعتماد بکنیم، فقط هم این هواپیمایی که از جلو درش باز میشد، یعنی دماغه هواپیما میرفت بالا، به درد ما میخورد، چون موشک دراز بودیم، باید صاف میرفت تو هواپیما. وقتی که به اصطلاح هواپیما نشست، ما متوجه شدیم که دوستان لیبیایی علاقمند نیستن در روز کار انجام بشه. میگن که به دلیل پروازهای ایر فرانس، پرواز آلیتالیا و کشورهای دیگه غربی که توی فرودگاه انجام میشد، گفتن که ما شب انجام بدیم که کسی ما رو نبینه و توجه کسی رو هم جلب نکنه. بنابراین ما مجبور بودیم دل شب این کارا رو بکنیم، برای اینکه فرودگاه نظامی لیبی پر از کارشناسای روسی بود. ما باید کاری میکردیم، زمان صبر میکردیم، شب نصف شب بشه اینا برن بگیرن بخوابن، ودکاشونو بخورن بگیرن بتمرگن، دیگه ما بتونیم این کار مخفیانه با نظامی های لیبی انجام بدیم. بعد برای نورش مثلا فراهم کردن نور افکن، نمیدونم این لیبیایی‌ها بلد نبودن، اصولا آدمای تنبلی هستن. غروب که میشد حدود مثلا نزدیک 20 25 کیلومتر بین ترابلوس و فرودگاه فاصله بود، دیگه همه کارا رو ردیف میکردیم. سفارت هم یک خودرو من داده بود و من تنها کسی بودم که در حقیقت اینها رو باید منتقل میکردم و با یک دور هم ممکن نبود. من گاهی وقتا دو بار و گاهی وقتا سه بار باید برمیگشتم شهر، هتل و بقیه اعضا رو میآوردن. صبح هم باز با همون خستگی و خواب‌آلودگی در حقیقت دوستان رو باید باز منتقل میکردیم به هتل و کار ما در حقیقت در فرودگاه شروع شد. ببینید اصولا سیستم امکانات فرودگاه های لیبی، به خصوص فرودگاه نظامیشون که ما هواپیمامون اونجا پارک میکردیم، شرقی بود. بالا برا، حالا من اسمای فنیشو خیلی بلد نیستم و و الاخره، اینا همه چیزایی بود که توپولوفو یا اون هواپیمای باری دیگه ایلوشینو میتونست و سازماندهی به گونه ای بود که وسایلی که اونها رو مکمل هم بود تنظیم کرده بودن. حالا شما یه دونه 747 آمریکایی آوردید اینجا، این بالا برای اینا با هم همخونی نداشت. در مجموع وقتی که کلاهکش نصب میشه حدود 12 متره، ولی اگر شما 1.5 تا 2 متر از سر جنگیش رو حذف بکنید که در حقیقت جدا هم میشه و جدا بار میشه و مواد منفجره هست و معمولا از موشک جداست، حدود 8 متر 9 متر موشک هست که این دو تایی هم بغل هم دیگه قرار میگیرن و روی یک پالتی نصبن که در حقیقت بال موشک از در حقیقت اون پالت یه مقدار باز اومده پایین تر. بعدم شما یه محموله به اون درازی و به اون سنگینی و به اون خطرناکی رو که میخواید داخل یه هواپیمایی ببرید، اینجوری نیست که بگیم یا الله چهار تا سرشو بگیریم بگو یا علی ببریم بالا. اینا بالاخره خب اینا تا مچ بشه و کار جفت و جور بشه با هم زمان میبره. در حقیقت یک آسانسورایی هست که از سطح زمین بار رو میاره بالا، مقابل دهانه کف هواپیما قرار میده و اینها به صورت غلطان مثل روروک هم به اصطلاح برقی هست، هم با دست میشه هل داد و اینا رو اون سر به اصطلاح که سر جنگی هم بهش نصب میشه به راحتی تو میرفت، ولی وقتی به قسمت بالها میرسید متوقف میشد. اولا به پایین گیر میکرد، بعد از حدود چند روز ما متوجه شدیم که با گذاشتن تراورس راه آهن زیر این به اصطلاح دوتا موشک، بال از به اصطلاح اون قسمت اضافهش میاد بالا و همسطح میشه با سطح هواپیما و قسمت بالاش هم در حقیقت حالا ممکن بود گیر کنه. شب 14 بود که در حقیقت اون اتفاقات افتاد و
همه چیز بر وفق و مراد پیش رفت. اون که خب ما پایین بالهای موشک داخل هواپیما میشد، بغلها مشکلی نداشت چون یه فاصله مثلا 20 سانتی از هر طرف بود، پایین ترین حدی که ممکن بود مثلا به کف هواپیما نگیره و پالتا اینو اذیت نکنن قرار گرفت. بالا من یه چیزی به ذهنم زد که چون بالا یکی دو مرتبه رفته بود این سقف به سال ورودی رو که زیر پای خلبان هم حساب میشه خراش داده بود خیلی کم، بالاخره هم این حساس بود هم هواپیما حساس بود. به ذهنم رسید که من برم روی به سال بالها و انگشتم رو بین این انگشت رو بین بال موشک ها و سقف هواپیما بگذارم. من به دوستان گفتم هر وقت من انگشتم درد گرفت من به شما میگم که متوقف بشید. حدود 10 بار 20 بار این رفت و آمد تا بالاخره یه جاهایی دیدم درد گرفته ولی به سقف هواپیما نمیخوره. بالاخره اولین موشک جفتی رفت داخل، جفت دومم تقریبا با همین فاصله رفت داخل و هواپیما به سمت جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد. موشک ها که داخل هواپیما میره و هواپیما بلند میشه و میدونه محمولش چیه، این باید فضای چند کشور را عبور میکرد. آخرالامرم میومد تو فضای ترکیه، آخرالامرم باید از یه نقطه مرزی مشترک سگانه ایران ترکیه عراق عبور میکرد میومد داخل فضای ایران. اون نقطه‌ای که سه تا مرز با هم مشترکن، سه تا کشور، خطرناکترین نقطه بود، زیرا اون نقطه ایست که هر یک از این سه کشور میتونست هواپیمای شکاریش تو فضای خودش وایسه موشک پرت بکنه به طرف هواپیمای مورد نظرش تو یکی از دو فضای دیگر. به حمدالله فردای اون روز به من خبر دادن که با تمهیداتی که در لب مرز با بلند کردن هواپیماهای سوخرسان همسان این هواپیما و هواپیماهای جنگی لازم که در حقیقت نه این هواپیما خیلی به اصطلاح برجسته بشه که چه باری سوار این هواپیماست که اینا همه تمهیدات دیده شده و هم از این که بالاخره تمهیداتی دیده شده باشه که اگر خدای نکرده هواپیماهای عراقی بخوان حمله بکنن هواپیماهای دیگه هم در محل هم جنگی هم سوخرسان باشن، که اونها تصمیم گرفته بودن که به چند صد کیلومتری محل رادارشون رو خاموش کنن با هماهنگی که خودشون کرده بودن، سکوت کامل رادیویی، ولی در این حال هواپیمای سوخرسان دیگه‌ای که همزمان بلند کرده بود نیرو هوایی در محل، اینا بر اساس شنیده هاست، من خودم مطلع نیستم، من اینا رو شنیدم که بعدن که این کارو کردن و اون هواپیمای سوخرسان در حقیقت خودش رو جای اون هواپیمایی که داره به سمت ایران حرکت میکنه و داره به مرد نزدیک میشه به اصطلاح نشون داده بود با مکالماتی که هدرن با راداری که روشن کرده بودن و هواپیماهای جنگی که دیگه نهایتا تونسته بودن این هواپیما رو از اونجا سر سلامت توی مهرآباد بنشونن. آقای حاجی زاده و دوستانشون در محل آماده بودن که در حقیقت اون رو تحویل گرفتن. تجهیزات رو هم در واقع مقدارش با هواپیمای ارتش آوردن برای ما، هواپیمای 747 ارتش و یه مقدارش هم خود لیبیایی ها با هواپیمای ایلوشینی که داشتن برام آوردن و ما یه جایی رو هماهنگ کردیم تو پایگاه یکم شکاری تهران با نیروی هوای ارتش، یه چند تا شیلتر به ما اونجا دادن، این تجهیزات رو ما آوردیم بردیم داخل این شیلترها، سرکوها رو تو مقطع یه تعدادم نیرو به ما دادن از نیروهای جدیدی که وارد سپاه شده بودن، اینها رو هم بردیم با مسئولیت فردی به نام آقای پور برزیگر که از بچهای صدا تخصصی هواشناسی ما شد بعدن، اونجا مستقر کردن و اینا وظیفه‌شون در واقع حراست از این تجهیزات بود.